گل خمیری رو بهتون نشون بدم که الان با این نوعای مختلف داره. میخوام این نوع کاکتوس رو بهتون نشون بدم. وسایل لازمه که داره: یک پیمانه پر آرد نشاسته ذرت، یک پیمانه سرخالی چسب چوب، یک قاشق وازلین و یک قاشق گرسیرین. رو با هم مخلوط میکنیم. تو قابلمه که ریختیم اینو روی کتری آب جوشی که داره میجوشه به روش بنماری میذاریم. در قابلمه هم یه دم کنیم، فقط بخار بهش بخوره و بخار نرم میشه دیگه. بله. پنج دقیقه یک طرفش، بعد از پنج دقیقه برمیگردونیم، دو دقیقه طرف دیگه شو حرارت میدیم. بعدش اینو برمیداریم، ورزش میدیم، یه کمی دستمون رو وازلینی میکنیم که به دستمون نچسبه. بعد که دیگه خوب ورزش دادیم، داخل یک نایلون میذاریم و یه 3-4 ساعت میذاریم در یخچال بمونه که نگهداریش هم که 3 ماه میتونه تو یخچال باشه و 6 ماه هم میتونه تو فریزر ما اونو نگهداری کنیم. چون برای اینکه خشک نشه باید حتما داخل پلاستیک باشه، یعنی وقتی هم که کار میکنم مرتب این داخل نایلون باشه، میپوشونیم که این خشک نشه. ابزار کارتون هم بگین که سیم شماره، سیم روکشدار شماره 5 یا 7 که الان این شماره 7ه، درسته؟ ابزار شماره 11، بعد سیمچین، چسب چوب. چسب چوبمونم باید یادمون باشه که از نوعی باشه که بی رنگ باشه. بعد قیچی کوچیک، یک پایه زیر مبلی که برای صاف کردن یا هر چیز دیگه که سطحش صاف باشه ما بتونیم اینو صاف کنیم. یک مقدار از گلوله خمیرمون برمیداریم، رنگ شماره زرد اون شماره 8، سبزمون هم شماره 37 میزنیم که اینو یک کمی رنگش رو یعنی ورز میدیم که این رنگ به خود خمیره. اینا رنگ خاصیه که دیگه با تهیه بکنن. بله بله، همین خمیر رو این رنگی نکنن، یه مقدار وردارن به اندازه که چون ممکنه رنگای مختلفی بخوان. بله بخوا. لازم داشته باشن. حالا برای این یه با سیمچین به اندازه 10 سانت یا 12 سانت دیگه به اندازه که خودشون میخوان تو هر گلدونی بذارن میبرن. بعد یه گلوله از خمیر برمیداریم، خیلی کوچولو حالت اشک درست میکنیم، میتونیم هم روی این سطح صاف حالت اشک درست کنیم. بعد این سیمو داخل چسب چوب میزنیم، انتهای این میزنیم، یک کمی با دست صافش میکنیم، این انتهای گلمون میشه. بعدش یه گلوله دیگه به صورت اشک کوچیک درست میکنیم، با دست گردش میکنیم یا هم روی سطح صافمون اینو به صورت اشک در میاریم. بعد با این پایه زیر مبلی اینو یه فشاری بهش میدیم، یه فشار کوچولو صاف میشه. اینو که برداریم با ابزار شماره 11 و یه خط کوچولو روش میندازیم، اون حالت برگ براش ایجاد. بله. بعد این برگا رو اول اونایی که کوچیک‌تره میزنیم، انتهاشو داخل چسب چوب میزنیم، دوتاشو روبرو هم روبروی هم میزنیم دیگه. این طرز چیدنش سلیقه‌ایه دیگه، نه؟ یا نه این باید خاصی داره طرز چیدنش، یعنی که اینجا رو گلا رو حالا برگا رو کجا بذارن، کنار هم بذارن یا ندارن؟ نه معمولا اینجوری هستش. زیر این قنچه زردش اینو میزنیم، بعد این دوتا قنچه بعدی ها باید برخلاف این دوتا باشه، یعنی زیر این درست مقابل این دوتا باشه. درست. یه دوتای دیگه هم اینجا میزنیم، به فاصله نیم سانت از هم فاصله داشته باشه. دوباره یه برگ دیگه، یه کمی که خشک شد بعد اینا رو کنار هم میشینیم. میشه اینطوری؟ بله. من گرفتم. بله بله. الان با نوار گاترین انتهاش رو میپیچیم، بعد یکی یکی اینا اضافه میکنیم. نوار گاترین توی گلدون میخوایم بذاریم، همه رو شما با هم وصل کردین و گذاشتین؟ بله. بله بله، همه با همین نوار گاترین به هم وصل میشه. میتونین در یه گلدونی که قبلا توش اسفنج گذاشتین بذاریم و اینو تزئینش کنیم.